به نام دادار هستی بخش، خدای یکتای بی همتا، بهترین سلام ها و درودها نثار شما بینندگان عزیز و محترم، هموطنان گرامی مقیم خارج از کشور. تازه های خبری را از ایران و سایر کشورهای جهان از شبکه جهانی جام جم تقدیم حضورتان میکنیم. رئیس جمهور ایران تاکید کرد موضوع هسته‌ای ایران فقط در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و در چارچوب معاهده NPT قابل طرح است. این قطعنامه‌ها کوچکترین آسیبی برای ملت ایران ایجاد نمی‌کنه، بلکه اعتبار قطعنامه‌ها را از بین می‌بره. هیچ کس راجع به هسته‌ای ما گفتگو نمی‌کنه. هسته‌ای خودمونا. ما با آژانس، اونم در چارچوب تعهدات متقابل و NPT، شرایطمون هم شرایط عادی میدونیم طبق اسناد رسمی. البته با دیگران گفتگو میکنیم راجع مسائل جهانی، خلع سلاح جهانی، امنیت جهانی، اقتصاد جهانی، رفع تنش در مناطق مختلف دنیا. ملت ایران یه ملت قدرتمندی است و در دنیا مؤثره. در همه جای دنیا ایران حضور سیاسی داره، حضور فرهنگی و معنوی داره و عامل تعیین کننده است. ما با همه مذاکره میکنیم در چارچوب همکاری های متقابل بر مبنای عدالت، احترام متقابل. اما اینکه یه عده‌ای بیرون از آژانس بیان بگن ما میخوام راجع به هسته ایران با ایران مذاکره کنیم، خیر، مذاکره میکنیم اما راجع به مسائل مشترک و مسائلی که با هم توافق میکنیم، البته در چارچوب معین، چارچوب قانونمند با همه مذاکره میکنیم. اما اینکه کسایی پیدا بشن بگن آقا خارج از آژانس بیا راجع به هسته‌ای ایران با ما حرف بزن، نه دیگه، تمام شد، اون دوره گذشت. دور نخست مذاکرات دهمین کمیسیون عالی همکاری‌های ایران و سوریه چهارشنبه شب با حضور معاون اول رئیس جمهور ایران و نخست وزیر سوریه برگزار شد. در این نشست دو طرف راهکارهای توسعه روابط در زمینهای مختلف به ویژه در بخشهای اقتصادی را بررسی و درباره 9 سند آماده امضا در این کمیسیون بحث و تبادل نظر کردند. آقایان داوودی معاون اول رئیس جمهور کشورمان و ناجی اطری نخست وزیر سوریه همچنین در دیدار چهارشنبه شب خود درباره مسائل مورد علاقه دو طرف، تحولات منطقه به ویژه حوادث اخیر در نوار غزه و مسائل لبنان و برگزاری کنفرانس سران کشورهای عربی در دمشق به رایزنی پرداختند. معاون اول رئیس جمهور کشورمان عصر چهارشنبه در دیدار با صاحبان مشاغل و تجار ایرانی در سوریه با اشاره به اینکه سوریه از هر نظر برای سرمایه گذاری مناسب است گفت در حال حاضر حجم تجارت دو کشور حدود 300 میلیون دلار است که با امضای موافقتنامه ترجیحی این رقم افزایش می‌یابد. وی تصدیق کرد بسترسازی و کمک به حفظ منافع تجار ایرانی خارج از کشور وظیفه دولت است و ما در این زمینه و با توجه به سیاست‌ها و اهداف جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه‌ای داریم. دیدار با رئیس جمهور سوریه و معاون وی در امور سیاسی، شرکت در مراسم جشن نیکوکاری ایرانیان در دمشق و زیارت حرمهای مطهر حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما از برنامه‌های آخرین روز سفر آقای داوودی به سوریه است. خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دمشق، دفتر نخست وزیر سوریه. فعالیت تبلیغاتی انتخابات داوطلبان نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعتی پیش در ایران آغاز شد. داوطلبان نمایندگی هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 23 اسفند 13 ماه مارس فرصت تبلیغات دارند. وزیر کشور گفت انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی رایانه‌ای برگزار خواهد شد. پور محمدی افسود در تمام کشور حتی دورافتاده‌ترین روستاها ارتباط رایانه‌ای برقرار کرده ایم و شماره ملی هر فرد رای دهنده را رایانه ثبت و به بانک جامعه کشور وارد می کند. 4500 داوطلب 24 اسفند 14 مارس با هم رقابت می کنند. وزیر امور خارجه ایران تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را درباره موضوع هسته‌ای ایران تأسف‌بار خواند. منوچهر متکی گفت هیچ منطقی بین گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه اخیر شورای امنیت وجود ندارد. تصویب قطعنامه اخیر در رابطه با فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران موجب تأسف برای شورای امنیت است و اقدام اعضای دائم شورای امنیت
تخریب جایگاه این شورا بوده. با برخی از اعضای غیر دائم شورای امنیت ابراز همدردی میکنیم به خاطر فشاری که بر اونها طی یک ماه گذشته وجود داشته، برای اینکه برخلاف نظری که برخلاف نظرشون نسبت به این قطعنامه رأی بدن. افکار عمومی جهان قضاوت صحیح خودش رو نسبت به این اقدام شورای امنیت به عمل آورد. هیچ نسبتی بین گزارش آقای البرادعی و قطعنامه تصویب شده وجود نداره. هیچ نسبت منطقی. ما بر اساس یک مدالیتی با آژانس 8 ماه پیش توافق کردیم که همه فعالیت‌های گذشته هسته‌ای ایران رو چنانچه سوال و یا ابهامی نسبت بهش وجود داره پاسخگو باشه. اساس نامه‌ای که آژانس در هر مورد از این موضوعات به ایران داده اعلام شده که یافته‌های آژانس با اظهارات مقامات ایران، مسئولین ایران انطباق داره. جنبش غیر متحدها در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نم با صدور بیانیه از قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت انتقاد کرد. در بیانیه گروه نم که نماینده کوبا آن را قرائت کرد آمده است آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها مرجع برای بررسی پرونده هسته‌ای ایران است. گروه نم با حمایت از حق هسته‌ای ایران اعلام کرد فقط گزارش مدیر کل آژانس درباره فناوری هسته‌ای ایران مبنای ارزیابی است. سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در نشست شورای حکام در وین با ارائه بیانیه ضمن تشریح ابتکار ایران برای طرح مودالیته تصریح کرد فشارهای خارج از آژانس و قطعنامه‌های شورای امنیت تنها موجب از بین بردن اعتبار این نهاد حرفه‌ای می‌شوند. علی اصغر سلطانی با ارائه بیانیه ایران ضمن تشریح ابتکار ایران برای طرح مودالیته تصریح کرد فشارهای خارج از آژانس و قطعنامه‌های شورای امنیت تنها موجب از بین بردن اعتبار این نهاد حرفه‌ای می‌شوند. نماینده ایران در بخش دیگری از بیانیه کشورمان خواستار رسیدگی و تحت کنترل آژانس قرار گرفتن فعالیت هسته‌ای رژیم صهیونیستی شد. وی همچنین در خصوص چرخه سوخت ملی کشورها هشدار داد هر گونه اقدام برای محروم ساختن کشورهای عضو از این حق برخلاف پیمان بین المللی NPT و برخلاف امتیازات اعضا در برابر تعهداتشان است. در بحث مربوط به ایران همچنین گروه غیر متحدها با ارائه بیانیه ضمن حمایت از برنامه هسته‌ای ایران از صدور قطعنامه شورای امنیت در نیویورک شدیداً انتقاد کرد. در پی تشدید انتقادها در آژانس اقدام چند کشور غربی برای صدور قطعنامه در وین بر ضد ایران با شکست مواجه گردید. رئیس نشست شورای حکام در جمع‌بندی این دور نشست با اعلام نظر غیر متحدها در انتقاد از قطعنامه شورای امنیت از گزارش مثبت البرادعی استقبال کرد. همچنین نماینده ایران در پایان این نشست در جمع خبرنگاران اعلام داشت از این پس همکاری‌های ایران و آژانس به صورت عادی انجام می‌شود. گروه اعزامی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وین. با وجود فشارهای کشورهای غربی به ویژه آمریکا، اوپک میزان تولید نفت خود را افزایش نداد. وزیران نفت کشورهای عضو اوپک روز چهارشنبه در 148مین نشست خود در وین برای ثابت نگه داشتن تولید خود به توافق رسیدند. خبرگزاری فرانسه هم ساعتی پیش گزارش داد بهای نفت در بازارهای جهانی برای نخستین بار از مرز 104 دلار گذشت. وزرای نفت اوپک در 148مین نشست خود در شهر وین با توجه به